توی اینستاگرام و فضای مجازی یه سری عکس و فیلم از یه سری رو میبینیم میگیم واو چقدر زیبا، چقدر دلانگیز، اما خب متاسفانه فتوشاپه این بده. امروز اومدیم با یه قسمت به اینستاگرام اعتماد نکن. پس سلام رفقا، چطوری؟ سینمایی هستم امروز. خیلی زیاد خوش اومدیم به این ویدیو پر انرژی، پر از هیجان. آقا بریم شروع کنیم ویدیوهای مختلف رو ببینیم. این رو هم بهتون بگم که این ویدیو جمع‌آوریش از من نبوده. خوبه. بله، اولی عکس رو قطعا خیلی زیاد دیدین، رفلکس این هاش خانوم با اون چیزی که خودشون هستن زمین تا آسمون فرق داره. البته من این رو بگم که ما زیبایی و چهره کسی رو قضاوت نمی کنیم، اما خودشون نگاه کن چیکار کرده. آخه چش بوده انقدر، گونه بوده انقدر، شده. بریم بعدی. من خودم هم ندیدم اینا رو که چیز اولین تأثیر. خب اون مشخصه که نقاشیه، یعنی واقعا اصلا کسی فکر میکرد اون شکلیه؟ اصلا نقاشی دیجیتاله اون هاجی، خیلی فرقه، خیلی فرقه. حقیقتا بدون ادیت بهتر بودا هاج خانم، سخت گرفتی. فقط عاشق من بغلی هم این چیزه چرا اینجورین؟ بله، میبینیم که زمین و زمان کش میان تا ایشون استوار رو بلند قد بیفتن. آقا قد رو میخواییم بلند کنین دیگه، اینقدر زاغارد زایه بلند نکنین که بعدش اینقدر کشه. پشتیه رو نگاه کن، شبیه تلویزیون خانواده. تلویزیون خانواده یه چی بود میگفتن؟ خانواده چی خانواده بود؟ کشیده دراز حجیم بود. چی دارم توصیف میکنم؟ Doubt this on Instagram. بله، این بنده خدا فتوشاپ کرده چیز اصلی مثل این که این بوده و اون چیزی که بعدا خودش فتوشاپ کرده اینه، خودشو سرپا گذاشته اینجا. ولی اصل نمیدونم چی دارم توضیح میدم. این دوتا یکی هن؟ From my country. خیلی فرقه، اینگه تصادف کرده اون. همیشه آینه ها آدم رو گول میزنن. Forget to edit to mirror. میگه که یادش رفت آینه رو ادیت کنه و راست میگه دیگه. البته آینه رو ادیت کنه که اون پشتش هم هست. نمیدونم چیز زیاد واضحی متوجه نشدم. خوبه. بنازم سلطان، دمت گرم. ای والا تو اصلا یه چی کاشتی اینجا، یه سنگ گذاشتی. یه زمانی واقعا اینجور چیزا مود بودا، یعنی مثلا یادم فتوشاپ 7 طرف نصب میکرد حتما با هیکل خودشون میدخت رو آرنولد و اینجور چیزا. شما هم یادتونه؟ البته فکر کنم خیلیاتون یادتون نیست. منی هم که یادمه خیلی کوچیک بودم ولی یادمه. حالا چرا یادمه؟ به خاطر اینکه از اون کودکی توی جاده خاکی فتوشاپ بودم. کارهای سم زیادی هم انجام دادم توی فتوشاپ. آقا بیم بگین یه دونه ویدیو درست کنم در مورد کارهای سمی که توی فتوشاپ انجام دادم بگم. اگه آره توی کامنت ها بمیسین سم و بز که منم سم و میذارم، یعنی خاطرهش رو میگم. آها میگه بات پوینت شاپینگ ستابرن لوگو یور کاپ. یه جوری بگو ما هم بفهمیم. آها میگه لوگو رو روی کاپ فتوشاپ کرده، ما هم نفهمیدیم اصلا. Of course yes. داداش این چه لباسیه؟ شه شه. خب این دیگه واقعا مشخصه، یعنی من نمیدونم اینو کی شک میکنه که آقا این ادیت نیست. شما نگاه کن شبیه نقاشی دیجیت. نقاشی دیجیتال نیست ولی واقعا انسان دیجیتاله این اصلا. نمیدونم چرا اینا دیدم یک لحظه یاد سی جی افتادم توی جی تی ای سیس اقاب. بعد از این ور شبیه الیدیه، از اون ور شبیه یخچاله. چرا اینجوری تو درست فتوشاپ کن؟ مجبوریم اگه خودت باش. Legs for days. پاها برای روزها. درست خوندم؟ Legs for days. پاها برای روزها. درک نمی کنم ولی خب متوجه میشم عکسو که کش آورده دیگه، اینجوری کشیده بالا. چرا اینقدر
علاقه دارم پاشون کشیده باشه. او سچ واو، اصلا او مای گاد تو فتوشاپ، گاد آف فتوشاپ، فتوشاپی شما اصلا واقعا. بریم، نمیدونم چی بگم، نمیدونم چی بگم من دیگه. بله نچراله، اثبات رنگیش زده بیرون، این چجوری واقعا میخواد بگه که نچراله؟ نچرال متوجه نمیشم. خوبه. خب ببینید آخه واقعا اگر کسی سر این گول بخوره همون بهتر که گول خورده، چون اون اصلا مغز تو کلش قاچاقه، مغز تو کله آدمی که این رو باور کنه واقعی قاچاق. شما نگاه کن متوجه میشه قاچاقه جان. خب برگرد بیاری. خب باشه باشه باشه. شانس آورد گوشیم زنگ خورد وسط راه، و یعنی بیشتر گیر میدادم بهش. ببین نگاه کن، یکی از فتوشاپ های بسیار معروفی که داریم همینه، علاقه به درست کردن اندام های خودشون دارن ملت. آقا چیزی که واقعا هست باور کنید دیگه، تمامش کنید. چرا زمین و زمان و درخت کج شده؟ هرکول ایرانی یادتونه؟ این سردستی همه شونه. این دیگه باباشونه. اصلا یه چیز فوق‌العاده ایه. من خودم دوستم برم فتوشاپ ازش یاد بگیرم. الحق و الانصاف چند سال ملت رو گیر آورد. نکته عکسو من نمیگیرم. چرا؟ آه گرفتم. فقط داشمون باشگاه سینه کار کرده بوده. نکته عکسو نمیگیرم. خوبه. پاش کو؟ چون پا نداره. واقعا اتفاقات ترسناکیه یه سریش. I'm scared. واقعا منم ترسیدم. ببینید این باز به نظر من اوکیه، یعنی قابل قبوله، حالا تا یه جایی درست کرده. البته توی یه سری کشورها الان دیگه غیر قانونیه سلبریتی ها عکسشون رو ادیت کنن و نواقصشون رو برطرف کنن و بعدش بیان از این کار رو انجام بدن عکسشون رو بذارن، ولی در کلش باز بهتره. چشه آبی شما رو کی بخوره حاج آقا؟ چندش؟ فقط این چشاتون از پلکاتون زده بیرون حاج آقا. حاج آقا آخر عمری داشت. بفرمایید برید بعدی. واقعا داره چندشم. واقعا ایشون رو که میشناسید؟ میشناسید دیگه، اسمش رو نمیگم، میشناسید. واقعا نباید به شبکات مجازی اطمینان کرد، صرفا برای خانم ها نیست. دیدین دیگه حاج آقا هم چش رنگی از آب در اومده بود. سمت راست شده اینجوری خیلی خوبه. آقا خب نیکی میناش دیگه این کارا کرده دیگه، نیکی میناش دیگه همین کارا میکنه. داداش این دیگه انقدر ادیت شده خودت نابود شده دیگه، هیچی ازت نیست دیگه. من واقعا نمیدونم چی بگم. این اصلا شما تو اینستاگرام هم میبینین، حتی واقعا تو خود اینستاگرام هم دیگه مشخصه که نمیشه اعتماد کرد. لایک هم تو نمیخوری، تو هشتگ هم تو نمیخوری. آقا دیگه بیشتر از این رو ادامه نمیدم، حس میکنم داره حال احوالاتم بد میشه. مرسی که تا اینجا ویدیو همراه من بودین. من عذرخواهی میکنم بابت این قسمت ها. به اینستاگرام اعتماد نکنید، فقط به من اعتماد کنید. پیج اینستاگرام هم دولو دولام کنید. ویدیوهای بعدی هم ببینید. قربان شما، حالا خوب نیست، خداحافظ.